CNN دانالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آستانه رأیگیری برای استیزاهش سخنرانی سالیانه خود برای نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان را ایراد کرد که با تشویق‌های مکرر جمهوری و سکوت دموکرات‌ها روبرو بود که نشانگر قطبی بودن فضای سیاسی آمریکاست. حملات شدیدی نیز به جمهوری اسلامی کرد و گفت سالهای نزول اقتصادی به سر آمده است و تمام بحانه های پیشین برای هدر رفتن اعتبار و پول آمریکا به سر آمده است. به افزود در سه سال گذشته تضعیف سرنوشت آمریکا را رد کردیم و با شتابی به پیش می رویم که تصور ناپذیر بود. ما هرگز به وضعیت سابق بر نمی گردیم. او گفت ارتش ما کاملا باسازی شده و قدرتی بی همتا دارد. مرزهای ما ایمن و ارزشهای ما تجدید شده است برای همه اینها به ملت و اعضای کنگره میگویم که وضعیت کشور ما قوی تر از هر زمان دیگر است وی همچنین وضعیت بیکاری در این دولت را پایین تر از هر دولت دیگر دانست و اضافه کرد اگر ما سیاست های ناکام دولت قبلی را وارونه نکرده بودیم اکنون جهان شاهد این موفقیت اقتصادی نمی بود وی گفته یه سالیان چین از آمریکا سوء استفاده می کرد اما اکنون آن را عوض کردیم در حالی که بهترین رابطه را در مقایسه با گذشته با چین داریم. ترامپ در حوزه سیاست خارجی گفت ما حامی امید کوبا، نیکاراگوه و ونزوئلا هستیم تا به دموکراسی دست یابند. ائتلافی علیه حکومت سوسیالیست نیکولاست مادارو شکل دادیم. مادرا غیر مشروع است و ظالمی است که علیه ملت خود خشونت میبرزد و این خشونت شکست خواهد خورد وی خطاب به خوان گوایدو رئیس جمهوری خودخوانده ونزوئلا که در جلسه حضور داشت گفت لطفا این پیام را به مردمتان بگویید که آمریکا برای دفاع مشروعشان از آزادی در کنارشان است ترامپ در بخش دیگری از اظهارات خود به مبارزه با تروریسم پرداخت و گفت دولت وی برای امنیت ملی آمریکا به طور قوی با تروریسم اسلامی رادیکال مبارزه می کند. او همچنین از طرح معامله قرن به عنوان نقشه نوآورانه برای صلح بین اسرائیل و فلسطین یاد کرد که از نظر او به منطقه ثبات می دهد. وی از ترور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دفاع کرده و گفت وی هزاران نظامی آمریکایی را در عراق کشته و معلول کرده است و حمله ی ماه دسامبر علیه نیروهای آمریکایی را در عراق هدایت کرده بود و همچنان مشغول برنامه ریزی بود برای همین ایالات متحده علیه او دست به عملیات زد وی او را تروریست نخست جهان نامید و گفت در ماه گذشته در حمله ای که او آن را بینظیر نامید سلیمانی را به قتل رساندند و برای همیشه به سلطه تروریسم وی پایان داده است وی از معترضین آبان ماه حمایت کرد او همچنین با حمله به رهبران جمهوری اسلامی گفت به خاطر تحریم های شدید ما اقتصاد ایران در وضعیت بدی است می توانیم به آنها کمک کنیم که در مدت بسیار کوتاهی اقتصادشان را بهتر کنند اما آنها خیلی مغرورتر و نادانتر از آنی هستند که کمک بخواهند برای کمک حاضریم باید دید چه راهی را انتخاب می کنند انتخاب با خودشان است او همچنین با اشاره به جنگ 18 ساله و ناموفق آمریکا در افغانستان گفت به دنبال پایان دادن به جنگ در خاورمیانه میانه است او گفت نمیخواهیم هزاران نفر بیگناه در افغانستان کشته شوند و ما وظیفه پلیس برای کشورهای دیگر را نداریم ترامپ افزود میخواهیم به طولانی مدت در این جنگ آمریکا پایان دهیم و سربازان خود را به آمریکا بازگردانیم جنگ بار سنگینی را بر خانواده نظامیان بینظیر ما قرار میدهد به گزارش CNN دانالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که سومین سخنرانی سالانه خود را در کنگره آمریکا ارائه داد در ابتدای این سخنرانی در اقدامی عمدی هنگام ارائه کپی متن سخنرانی خود از دست دادن با رئیس مجلس نمایندگان نانسی پولوسی امتناع کرد پولوسی هم در پایان سخنرانی در حرکتی که نشان دهنده ناراحتی و اعتراض او بود کپی متن سخنرانی او را در مقابل دوربین رسانه ها پاره کرد وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه چرا متن سخنرانی ترامپ را پاره کرد پاسخ داد چون با در نظر گرفتن دیگر گزینه ها این معدبانه ترین کار بود وی همچنین در بیانیه سومین سخنرانی سالانه دانالد ترامپ را کلکسیون طولانی از دروغهایی توصیف کرد که با هدف گمراه کردن رای دهندگان آمریکایی از سوابق دولت به در موضوع خدمات درمانی طراحی شده بود وی گفت این نطق صفحه به صفحه دروغ دانالد ترامپ باید به مسابه درخواستی برای اقدام از سوی هر کسی که انتظار حقیقت از رئیس جمهوری و سیاست های دولتی دارد باشد. آمریکایی ها سزاوار رئیس جمهوری هستند که برای آرزوهای فرزندان این کشور احترام قائل باشد و نسبت به آنها صداقت پیشه کند. ما همواره زمانی که یک رئیس جمهوری آمریکا نطق سالیانه داشته به حرفهای او امیدوار بوده ایم. ما از فرصتی برای تداوم و افزایش دوستی با هدف یافتن تفاهم مشترک به نمایندگی از مردم آمریکا استقبال می‌کنیم. علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با قشرهای مختلف مردم با بیان این موضوع که هر کسی که به ایران و امنیت آن علاقمند است باید در انتخابات شرکت کند تاکید کرد برگزاری پرشور انتخابات و حضور همگانی مردم در پای صندوقهای رأی تضمین کننده امنیت کشور خواهد بود وی خاطر نشان کرد دشمنان از پشتوانه مردمی نظام بیش از امکانات تسلیحاتی آن حراس دارند. خامنه ای در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به وجود مشکلات و گرفتاری ها در کشور برخی از مشکلات را ناشی از تحریم ها و برخی را ناشی از کمکاری ها دانست و در عین حال یادآور شد که با وجود این مشکلات مردم به این دلیل که در انتخابات موضوع آبروی نظام و امنیت کشور در میان است به میدان خواهند آمد. وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه در قضاوت ناظران بین المللی نسبت به هر کشور مسائلی نظیر میزان حضور مردم در انتخابات و چگونگی روی کار آمدن مسئولان و نهادهای نظیر مجلس تأثیر است شرکت انبوه مردم در انتخابات مجلس را کاملا ضروری دانسته و تاکید کرد انتخاب افراد شایسته توسط مردم موجب ایجاد راه های تازه برای ی حل مشکلات کشور خواهد شد. وی تاکید کرده است اگر انتخابی عمومی، قوی و درست انجام شود، همه مشکلات به تدریج حل خواهد شد. خامنه ای در ادامه سخنانش تاکید کرد نباید با هاشی سازی، سخنان گوناگون و حرفهای دل سرد کننده آن را از رونق انداخت. او همچنین با انتقاد از رسانه های خارجی از این رسانه ها به این دلیل که طرفداران چند میلیونی حاکمیت را محدود نشان میدهند و تحرک چند صد نفره معترضان را ملت ایران معرفی می کنند خائن خواند و تاکید کرد مردم به این رسانه ها اعتقاد ندارند. خامنه ای در ادامه سخنانی که در رابطه با انتخابات عنوان کرد مهندسی شدن انتخابات را دروغ دانست و با اشاره به سخنان حسن روحانی در این خصوص که انتخابات به انتصابات تبدیل شده اظهار داشت چنین سخنانی مردم را دل سرد می کند. اما در واقع این اظهارات نه تنها مردم را دل سرد نمی کند بلکه نشان دهنده سطح انتقادات و نظرات جامعه است که روحانی را مجبور به بیان این سخنان کرده است وی در ادامه با انتقاد از اصلاح طلبان و نیز دولت و دیگر منتقدان رد صلاحیت گسترده انتخابات از افرادی که انتخابات را زیر سوال میبرند انتقاد کرد و گفت این اعتراض ها تا وقتی است که انتخابات به نفع آنها نیست وی تاکید کرد نباید به گونه ای صحبت کرد که مردم نسبت به انتخابات دل سرد شوند او شورای نگهبان را مرکب از شش فقیه عادل و شش حقوقدان برجسته منتخب مجلس دانست و تاکید کرد شورای نگهبان در قانون اساسی شعنی دارد و مجموعه قابل اعتماد است او افسود انسان نمیتواند به راحتی این مجموعه را به قرضورزی درباره برخی افراد متهم کند. این در حالی است که شورای نگهبان به بررسی صلاحیت کاندیداهایی میپردازد که خودشان نیز به عنوان کاندیدا ثبت نام می کنند. به این معنی که برخی از اعضای شورای نگهبان در انتخابات خبرگان صلاحیت خود را نیز مورد بررسی قرار میدهند، موضوعی که به اعتقاد بسیاری، اساسا صلاحیت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت را زیر سوال برده است. خامنه ای همچنین در بخشی از اظهاراتش با اشاره به اینکه ممکن است برخی از وی خوششان نیاید از این افراد خواست اگر از او خوششان نمیآید به خاطر ایران پای صندوق حاضر شوند و رأی بدهند. این اظهارات خامنه ای در حالی عنوان می شود که رد صلاحیت گسترده کاندیداها عملا امکان مشارکت بخش قابل توجهی از مردم در انتخابات را از آنها سلب کرده و به علت فقدان کاندیداهایی از گروه ها و جناهای مختلف عملا امکانی برای مشارکت مردم در انتخابات باقی نمانده است و اصلاح طلبان در صورت تمایل به شرکت در انتخابات ناگزیر خواهند بود به کاندیداهای غیر اصلاح طلب رأی بدهند موضوعی که بعید است اصلاح طلبان و حامیان آنها از بین مردم بتوانند به واسطه ی مشارکت در انتخابات به آن تن بدهند. واکنش ها به رد صلاحیت ها همچنان ادامه دارد و با ادامه اظهار نظرها در خصوص دلایل رد صلاحیت ها هرچه بیشتر اعمال نظر سلیقه‌ای در این خصوص توسط شورای نگهبان آشکارتر می شود. بنا به گفته برخی از کاندیداها شورای نگهبان این بار با فراتر رفتن از دایره نظارت بر انتخابات وارد حوزه های زندگی فردی و شخصی کاندیداها شده و با اعمال نظر در این خصوص دایره رد صلاحیت ها را هرچه گسترده تر و شخصی تر کرده است بنا به گفته غلامرضا انصاری که یکی از کاندیداهای رد صلاحیت شده ی اصلاح طلب است بنا به اعلام شورای نگهبان وی به دلیل عدم التزام به اسلام و به دلیل حضور کمرنگ در نماز جمعه و جماعت رد صلاحیت شده است گرچه وی ضمن تاکید بر حضور خود در نماز جمعه و جماعت تاکید کرده است که همواره در دستگاه های حساس حضور داشته و در پست استاندار، سفیر و رئیس سازمان خدمت کرده است که به گفته او با عدم التزام به اسلام مد نظر شورای نگهبان در تناقض است. گرچه عباس علی سخنگوی شورای نگهبان با تایید تلویحی این موضوع که شورای نگهبان در حوزه رد صلاحیت ها با حساسیت و معیارهای محدود کننده تری اقدام به رد صلاحیت ها کرده اظهار داشته بود افراد رد صلاحیت شده از معیارهای مد نظر شورای نگهبان برخوردار نیستند وگرنه افراد خوبی هستند در همین حال شهین مولاوردی معاون پیشین رئیس جمهوری نیز که جزء افراد رد صلاحیت شده است با اشاره به اینکه محدود کردن دامنه انتخاب مردم بر مشارکت سیاسی مردم تاثیر میگذارد یادآور شده است گسترش رد صلاحیت ها و تنگتر شدن دایره انتخاب مردم مانعی بر سر راه برگزاری انتخابات پرشور ایجاد خواهد کرد او تاکید کرده است با این اقدامات روز به روز احساس ترد شدگی مردم افزایش خواهد یافت و احساس شنیده نشدن جمعیت زیاد یادی از کشور فاصله که مردم و حاکمیت را روز به روز افسایش خواهد داد. به نظر نمیرسد رسد مشارکت معنیدار مردم و نیز احساس تعلق مردم با حاکمیت دقدقی رده های بالایی نظام و به قول اصلاح طلبان دولت پنهان باشد. ملاوردی در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص رد صلاحیت ها با اشاره به دست و دلبازی شورای نگهبان در رد صلاحیت ها گفته است این شورا تمام تلاش خود را معطوف به خارج کردن جریان های فکری از دایره انتخاب کرده و تا رد صلاحیت استانداران و حتی رئیس ستاد انتخابات کشور پیش رفته است برخی از تحلیلگران دلیل این رد صلاحیت های گسترده را برنامه ریزی و سیاستگذاری پنهان حوزه حاکمیتی برای کنترل فضای سیاسی بعد از خامنه ای می دانند و با اشاره به بیماری خامنه ای و احتمال فوت او در دو سه سال آینده اینطور ارزیابی می کنند که حاکمیت با یک دست کردن مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و تضمین یک سو کردن آن با نگرش های کلان حاکمیتی در تلاش است تا مزاحمت ها برای طی فرایند جانشینی پس از علی خامنه ای را به حداقل برساند و با هم صدا کردن نهادهای قانونگذاری و خبرگان با حاکمیت کلان جمهوری اسلامی زمینه را برای تاثیرگذاری هرچه بیشتر بر فرایند انتخاب رهبری و فرایند جانشینی فراهم سازد. ابراهیم رئیسی رئیس قوه غذایی روز پنجشنبه هر کس را که با هر انگیزه ای انتخابات را زیر سوال ببرد در زمین و جبهه دشمن دانست و با تاکید بر ضرورت سیاسی بودن دانشجویان و طلاب اظهار داشت سیاسی بودن به معنای عضو جریانات و گروه های سیاسی بودن نیست به سیاسی بودن را به معنای زمان شناس بودن و وظیفه شناس بودن دانست و گفت فرد سیاسی شخصی است که بتواند نیاز جامعه را تشخیص دهد و برای رفع نیاز جامعه توان خود را به کار گیرد و مسئولیت پذیر باشد. او همچنین با اشاره به اینکه دشمن در تلاش برای ناامید کردن مردم است گفت آنها سعی می کنند تا مردم را نسبت به داشته های عظیم متزلزل کنند او تاکید کرد دوستان انقلاب و کسانی که دغدغه مردم و نظام دارند باید در جهت رفع نیاز مردم و رفع مشکلات و گره از کار مردم اقدام کنند وی همچنین تشکیل مجلس قوی را از پایه های مهم شکل گرفتن کشور قوی دانست و با اشاره به جایگاه مهم قانونگذاری تأکید کرد باید افرادی در آن حضور پیدا کنند که دل به خدا داشته و از دشمن حراس نداشته باشند وی گفت این مجلس است که می تواند به قدرتمند شدن کشور کمک کند وی کارآمدی نمایندگان را به ایمان و باور و اعتقاد آنها نسبت به انقلاب نظام و ارزشها عشق ورزیدن به آرمانهای انقلاب شناخت مسائل پیگیری و حل مسائل و گره باز کردن از زندگی مردم دانست اظهارات رئیسی در خصوص این موضوع که هرکس انتخابات را زیر سوال ببرد در واقع در زمین دشمن بازی می کند اعلام موضع سریح او در خصوص اظهارات حسن روحانی نیز هست که انتخابات را در حال تبدیل شدن به انتصابات عنوان کرده بود اظهاراتی که تمام گروه های سیاسی نیز به آن اذعان دارند و تاکید میکنند که جمهوری اسلامی با به صفر رساندن امکان مشارکت کسانی که کمترین زاویه را با حاکمیت یک دست جمهوری اسلامی دارند ضمن به حداقل رساندن مشروعیت نظام آخرین امیدها به ترمیم ات اعتماد عمومی را نیز از بین برده است. سردار حاجیزاده که فرمانده هوافضای سپاه می باشد و در سقوط هواپیمای اوکراینی مسئولیت حقوقی در مدیریت پدافند هوایی کشور را به عهده داشت و نه حاضر به معذرت و نه حاضر به استعفا شد اکنون مدعی شده که ایران اکنون به تمام فرکانس های پحبات های آمریکایی احاطه دارد و آنها به حریم هوایی ایران نمی توانند نزدیک شوند سردار زاده در محل رونمایی لاشه پهپاد ساقط شده در تابستان سال جاری با اشاره به جزئیاتی از ساقط کردن این پهپاد فوق پیشرفته گفت این پهپاد بزرگترین هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین جهان است این پهپاد مشخصات منحصر به فردی دارد به طور مثال به واسطه اینکه در ارتفاع خیلی بالا پرواز می کند قادر است بدون محدودیت همه مسیرها را بدون تحت تاثیر قرار دادن روت‌های هوایی پرواز کند و قادر است از آمریکا پرواز کند و به خلیج فارس بیاید. به افزود این پهپاد پیشرفته به دلیل اینکه بسیار بزرگ است از تمامی تجهیزات جاسوسی در داخل آن استفاده شده است. وی خاطر نشان کرد این پهپاد بسیار با ارزش است ولی باید آمریکایی ها خط قرمزی برای این پهپاد در رابطه با ایران بکشند چرا که ما امروز با تمامی کدها و فرکانس های آن آشنایی پیدا کرده ایم یعنی نه اینکه در فاصله 100 کیلومتری بتوانیم آن را رهگیری کنیم بلکه از همین تهران قادر هستیم تا فاصله چند هزار کیلومتری این پهپاد را بی اثر کنیم وی همچنین افزود آمریکایی ها در جریان حمله به عین اسد یک سیلی کوچک در حوزه جنگ الکترونیک از ما خوردند وی همچنین با اشاره به خبرهای جدید از حمله به پایگاه عین اسد عراق گفت ناگفته ها در این مورد زیاد است و احتمال دارد که تا مدتی دیگر در رسانه ها بگویند که چند تن از نظامی های آمریکایی دچار مرگ خفیف مغزی شدند فرماندهان سپاه عادت دارند به جای قبول مسئولیت و عذرخواهی از مردم به خاطر ضعف و سوء مدیریت در پدافند هوایی کشور که منجر به سقوط هواپیمای اوکراینی و مرگ 176 نفر شد دوباره با ادعاهای بزرگ در مورد مقابله تکنولوژیک با آمریکا افکار عمومی را به مسیرهای دیگری هدایت کنند که پرونده بازمانده در جریان هواپیمای اوکراینی که سردار حاجیزاده را مستقیما مسئول میشناسد بدون معرفی مقصر و معرفی کسی که علا رقم وضعیت جنگی خواسته که هواپیماهای مسافربری به پروازهای عادی خود ادامه دهند به سرعت بایگانی کنند و جریان دادخواهی بازماندگان هواپیمای مسافربری را مسدود کنند. مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه در خصوص دو بند اتهامی دانالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور بر اساس قطنامه استیزاه مصوب مجلس نمایندگان رأیگیری کرد و ترامپ توانست از این استیزاه مبرا شود پیش از آغاز این رأیگیری نمایندگان موافق و مخالف استیزاه در خصوص آن به سخنرانی پرداختند در میان سخنرانان روز گذشته میترامنی از اعضای حزب جمهوری خواه و رقیب انت انتخاباتی باراک اوباما در موزگیری تاریخی در مورد بند اول استیزاه علیه ترامپ و سوء استفاده از قدرت وی سخنرانی کرد و او را از این بابت محکوم شناخت که موج موزگیری اعضای حزب جمهوری خواه علیه وی را به دنبال داشت او گفت من بر اساس اعتقادات مذهبی و فکت ها این موزه را می گیرم و طبعاتش را نیز پذیرا هستم چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات سنا و میچ مک کانل رهبر اکثریت جمهوری خواه نیز آخرین سخنرانان سحن علنی سنا پیش از رأیگیری بودند در ابتدا در خصوص اتهام سوء استفاده از قدرت در پرونده اوکراین رأیگیری شد در این رای گیری 52 نفر از سناتورها ترامپ را تبرئه کردند و تنها 48 نفر به گناهکار بودن او رأی دادند. سپس در خصوص بند ممانعت از اجرای عدالت در مجلس سنای آمریکا رأیگیری شد. در خصوص این بند نیز همه 53 سناتور جمهوری خواه ترامپ را گناهکار ندانستند و 47 سناتور دموکرات نیز به گناهکار بودن او رأی دادند به این ترتیب ترامپ از هر دو بند استیزاح تبرئه شد بر اساس مورد اول رئیس جمهوری آمریکا با سوء استفاده از قدرت خود و تهدید به توقف کمک های آمریکا به اوکراین خواستار آن شده که دولت اوکراین در خصوص شرکتی که فرزند بایدن رقیب احتمالی او از حزب دموکرات در انتخابات آینده ریاست جمهوری در هیئت مدیره آن حضور دارد تحقیق کند. در دومین مورد استیزاه ترامپ متهم بود که او در کار دستگاه های تحقیق کننده در مورد فوق اخلال ایجاد کرده است. برای رأی آوردن استیزاه 67 سناتور باید ترامپ را گناهکار تشخیص می دادند. به گزارش رویترز در حالی که فلسطینیان ساکن کرانه باختری و نوار غزه برای چندمین روز متوالی علیه معامله قرن دست به تظاهرات زده و با نظامیان اسرائیل درگیر شدند از صبح روز پنجشنبه تا کنون درگیری های شدیدی در سراسر کرانه باختری به وقوع پیوسته و چهار فلسطینی در درگیری ها کشته شده و ده ها نفر دیگر زخمی شدند همچنین رسانه های اسرائیلی نیز گزارش دادند در عملیات فلسطینیان در کرانه باختری دست کم دوازده نظامی اسرائیلی زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم اعلام شده است محمود عباس را رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز روز پنجشنبه در حضور نمایندگان جامعه مدنی فلسطین در مقر تشکیلات خودگردان در شهر رام گفت ما هرگز جای دیگر را جز بیت المقدس پایتخت ابدی کشور فلسطین که در سال 1967 اشغال شد را برای پایتختی فلسطین نمیپذیریم. به افزود این چیزی است که نسل‌های پیشین نزد ما به میراث گذاشتند. ما هرگز در امانت خیانت نمی کنیم و سر سوزنی از حقوقمان که بر اساس قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، کوتاه نخواهیم آمد. به مجددا تاکید کرد که سر سوزنی از حقوق ملت فلسطین که در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است کوتاه نخواهد آمد